خب وزیر امور خارجه ایران گفته مذاکرات وین باید از نقطه خروج دونالد ترامپ از برجام آغاز بشه. کامبیز غفوری همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، چرا جمهوری اسلامی این همه شرط میذاره و برای بازگشت به میز مذاکرات تعلل میکنه؟ شرط‌های تقریبا نشدنی هستند. ارائه این شرط‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در حال حاضر نمیخواد برگرده به میز مذاکره. یکی از دلایلش میتونه این باشه که سعی میکنه انقدری معطل بکنه تا انباشت اورانیوم غنی شده با غلظت بالا بیشتر بشه در ذخایر ایران، اون برنامه ساخت فلز اورانیوم بره جلوتر تا جای ممکن بتونه با پیشرفت برنامه هسته‌ایش اهرم فشار بیشتری رو بگیره تو دستش و در مذاکرات آتی از اونها استفاده کنه. این یکی از چیزهایی است که داره سعی میکنه که تعلل بکنه. وگرنه نوع شرطها و جنس شرطهایی که گذاشته شده، چه در اواخر دولت روحانی چه الان، این چیزهایی که آقای امیر عبداللهیان میگه عموما چیزهایی است که بسیار بعید است آمریکایی‌ها بپذیرند. مثلا این مسئله اینکه همه تحریم‌ها باید برداشته بشود. خب تحریم‌های ذیل تروریسم، ذیل برنامه موشکی، تحریم‌هایی که ربطی به تحریم‌های هسته‌ای ندارند، به این سادگی برداشته نمیشن. حتی اگه دولت آقای بایدن هم بخواد نمیتونه با ممانعت کنگره روبرو میشه. یا اینکه گفته میشد که آمریکا باید تضمین بدهد که اگر دولت بعدی هم میآید زیر توافق نزند. خب این اساساً و اصولاً از حوزه اختیارات دولت ایالات متحده به دور است. نمیتونه دولت بعدی رو از الان ملزم بکنه که یک توافقی رو بهش متعهد باشه یا نباشه و مسائلی مانند این. الان هم شروط آقای امیر عبداللهیان از اون شرطهای نشدنی است، یعنی از جمله شرطهایی است که احتمالاً میگذارد که مسئله مذاکرات تا جای ممکن طول بکشه و از یک طرف اینطور اظهار نکنه که ما نمیخواهیم به سر میز مذاکره برگردیم. اگر میخواستند به نظرم میتونستن تا همین امروز نشسته باشن پای میز مذاکره و بر سر جزئیات صحبت کنن. فعلا مسئله اینه که اون تصمیم اصلی بزرگ گرفته نشده تا این ساعت. به هر حال آمریکا همواره اعلام میکنه که فرصت مذاکرات ابدی نیستش و رو به پایان. هیئت اروپایی هم نتونسته جمهوری اسلامی رو به بازگشت به مذاکرات احیای برجام متعهد کنه. گام بعدی چیست آقای غفوری؟ خب اروپایی‌ها الان دیگه متوجه شدن که جمهوری اسلامی داره باهاشون بازی میکنه، چون تا زمانی که دولت آقای ترامپ بود اینها میگفتند که به خاطر خروج آمریکا از برجام هست که ما نقض میکنیم تعهدات برجامیمون رو. به نظر اروپایی‌ها هم تا به حال تا حدی معقول بود. وقتی دولت بایدن آمد تا گفت خب من برمیگردم به برجام به شرطی که شما برگردین بر سر تعهداتشون، اینی که جمهوری اسلامی بر نمیگرده، عقب نشینی نمیکنه بر سر تعهداتش به خاطر اینکه همون تحریم ها رو هم بتونه تسهیل بکنه، این مسئله ظن اروپایی ها رو برانگیخ. سعی کردن که ترغیب بکنن، دیدن نشد. در دولت جدید سعی کردن وقت بدن به تیم وزارت خارجه جدید تا بلکه تصمیمش رو بگیره، به جنبندی هاش برسه. و در سفر اخیر آقای مورا به تهران اتفاقی که افتاد این بود که اینها به این نتیجه رسیدن، به حال دیپلمات های کارکشته ای هستن، کودک نیستند، فهمیدن که رفتند آنجا و دستاورد سفرشون تقریبا هیچ بوده، به خاطر اینکه تازه الان جمهوری اسلامی داره میگه که برای بازگشت به مذاکرات بیایم بنشینیم در هفته های آینده در بروکسل صحبت کنیم که چطوری برگردیم. این از نظر اروپایی ها معناش وقت کشی بود و به این نتیجه الان رسیدن. کاری که اروپایی ها ممکنه بخوام بکنن، اگه به این نتیجه واقعا برسن که جمهوری اسلامی به هیچ وجهی نمیخواد برگرده به پای میز مذاکرات، ممکنه همراهی بکنند با اون فعال کردن مکانیزم معاشه و برگردوندن تحریم های پیشین و برگردوندن شرایط به پیشا برجام، کاری که در دولت ترامپ جلوی دولت وقت آمریکا ایستاده بودند، الان ممکنه همدلی هم حتی بکنن به خاطر به جامعه جهانی رو به خودشون همراه بکنن، به خاطر اینکه فشار بیارن بر جمهوری اسلامی تا برگرده به سر تعهدات هسته‌ایش و از ساخت بمب هسته‌ای به نوعی دورش بکنن. کامبیز غفوری همراه ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند.